سرخط خبرها طالبان در بلخ افرادی که نماز را در جماعت ادا نکنند مورد پیگرد قرار می گیرند اعتراض زنان در بغلان جامعه جهانی زمینه دسترسی زنان به حقوقشان را فراهم کند و همچنان در پایان طالبان از آخرین زورشان برای نابودی جبهه مقاومت استفاده کردند به نام خداوند بخشا این دوام میره و با تقدیم سلام به یک از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید لطفا تا آخر ویدیو با ما باشید خبرگزاری 8 صبح کابل ریاست امرالبالمعروف و نهی از منکر طالبان در ولایت بلخ اعلان کرده است افراد که نماز را در جماعت ادا نکنند مورد پیگرد قرار میگیرند مسئولان محلی در این ادارت در جریان یک سخنرانی در مسجد روزه شریف ضمن تاکید بر ادای نماز در جماعت گفتند زنان تنها در صورت ضرورت با محرم شرعی و حجاب اسلامی حق دارند از خانه بیرون شوند غلام فاروق قاسمی از به ریاست امریه معروف و نه از منکر طالبان استفاده از مواد مخدر را نیست ممنوع اعلام کرده است او گفته جلوگیری از فساد و منکرات از مکلفیت هایی نداره می باشد و از مردم خواسته است تا از استفاده مواد مخدر خودداری کنند اما شمار از باشندگان شهر مزار شریف از محدودیت های تازه و سرگیری های طالبان انتقاد می کنند و می گویند وضع محدودیت بر اعتقادات دینی و حریم خصوصی شهروندان از سوی حکومت سرپرست طالبان مردم را نسبت به دین اسلام دل سرد خواهد ساخت. باشندگان مزار شریف در صحبت با روزنامه اشت صبح گفت فرایز دینی را می دانند و همه وقت برای ادای نماز به مساجد می روند. آنان می گویند در صورت ضرورت نمازهایشان را در خانه و مکانهای کاری ادا می کنند. به با گفته باشندگان مزار شریف در صورت که محدودیت ها در زمینه افزایش یابد نمازهایشان از روی خوشو و غزو نخواهد بود. پیش از این نیز ریاست امرال بن معروف و نحی از منکر طالبان در ولایت بلخ استفاده زنان از همام های عمومی را ممنوع اعلام کرده بود. اعتراض زنان در بغلان جامعه جهانی زمینه دسترسی زنان به حقوقشان را فراهم کند. خبرگزاری 8 صبح شماره از زنان در بغلان با راه اندازی یک اعتراض از جامعه بین المللی خواستند که به وضعیت زنان افغانستان رسیدگی کند. این اعتراض روز سه شنبه 14 جدی در یک مکان سربسته در بغلان راه اندازی شده است. زنان مترس از وضع محدودیت های اخیر طالبان بر زنان، بستماندن مکاتب و دانشگاه ها و انتقامجویی از نظامیان پیشین انتقاد کردند. آنان همچنان میگویند که طالبان در نخست آرایشگاه‌ها ها و همام ها را در بغلان بسته بودند، اما اکنون بارانان نیست محدودیت های وضع کردن. زنان معترض از جامعه جهانی می که در شرایط کنونی حق آموزش، تحصیل و کار را برای زنان در افغانستان فراهم کند. آنان با شعارهای مختلف از جمله سکوت در برابر جنایت خیانت است. من می خواهم مکتب بروم و دیگر به عقب نمی گردیم. اعتراضشان را به تصامیم و اقدامات اخیر طالبان نشان دادند. روبینا از نمایندگان معترضان به روزنامه اشت صبح گفت که زنان بغلان همواره در اعتراض ها سهم داشتند و این روند را به گونه مستقل ادامه می دهند. یک زن معترض دیگر نیز گفت که زنان افغانستان باید به حقوق انسانی و اسلامیشان دسترسی داشته باشند او افزود که در شرایط کنونی حق کار و تحصیل وجود ندارد و از تصامیم اخیر وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت سرپرست طالبان شرایط را برای زنان پیچیده تر ساخته است با گفته وی از زنان سرپرست خانواده می باشند و با توجه به تصمیم طالبان مبنی بر خارج نشدن زنان از خانه بدون محرم شرعی این زنان با مشکلات جدی روبرو می شوند. پیش از این زنان بغلان میخواستند در اعتراض به تصامیم اخیر تظاهرات کنند که با واکنش نیروهای طالبان روبرو شده بودند گفتنی است که در روزهای اخیر زنان افغانستان در بخشهای مختلف کشور به محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت سرپرست طالبان اعتراض می طالبان از آخرین زورشان برای نابودی جبهه مقاومت استفاده کردن زبیولا مجاهد یک قطعه به عنوان واحد ویژه ایجاد خواهد شد سخنگوی طالبان در گفتگو با رسانه ها گفته است که آنها قصد دارند که یک قطعه انتحاری به عنوان واحد ویژه در وزارت دفاع این گروه ایجاد خواهد کرد با گزارش اسپوتنیک زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با رسانه ها اعلام داشته است که در آینده نزدیک یک واحد ویژه انتحاری ایجاد می شود تا در عملیات های خاص به کار گرفته شود مجاهد افزوده است که در صورت نیاز زنان و افسران مسلکی دولت سابق هم در ارتش جدید طالبان جذب خواهند شد او از این قطب قطعه به نام قطعه انتوری یاد کرده است پیش از این طالبان با تمجید از ماجمان انتوری که به گفته این شبه نظامیان دوباره به قدرت رسیده جان خود را در مبارزه با رژیم سابق و کشورهای غربی متحد آن از دست دادن اعلام کرد که به خانواده آنها پول نقد و زمین میدهد مرور بر یکی از تحلیل و گزارش خبرگزاری و فاق، نویسنده مهدی نوری پیامدهای بنبست شناسایی طالبان برای افغانستان و جهان کشورهای جهان به استثنای پاکستان هنوز نمی توانند به طالبان به اندازه کافی اعتماد کنند زیرا نمی دانند که برنامه آن گروه برای آینده افغانستان و صلح امنیت جهانی چیست ارتباطات طالبان با گروه های تروریستی و جریان های افراطی و رادیکال در خاورمیانه مبهم است هیچ تعهد معنادار برای مبارزه واقعی طالبان با تروریزم وجود ندارد این در حال است که دغدغههای های بسیار از کشورهای جهان مقابله با موج رو بر رشد افرادگرایی در افغانستان است که به کمک قدرت های غربی و اشمار از رژیم های نیابتی و سرسپرده آنها در منطقه ایجاد شده است. سرگیلاو راف وزیر امور خارجه روسیه موضوع بر رسمی شناختن رسمی دولت طالبان در افغانستان را زود هنگام خوانده است. آقای لاوروف در مصاحبه با خبرگزاری دولتی تاز گفت مسئله بر رسمی شناختن مقامات طالبان هنوز زود است یک تصمیم مثبت به این بستگی دارد که وقایع در افغانستان چیگونه پیش برود یا بهتر از بگویم زمانی که طالبان به وعده های خود عمل کنند از جمله در مورد تشکیل دولت فراگیر و اقدامات دیگر مثل مقابله موثر با تریرات تروریستی و مواد مخدر برخواسته از خاک افغانستان